بعدن همین مدعیان، همین شاعران درباری میمدن و اینا رو به ازهی دست تو بر سر آفرینش، وجود تو سر دفتر آفرینش. خب این چی شد؟ این کیو داره میگه؟ یه قلدر بی سوادی رو که اونجا نشسته بود میگفت شما سر دفتر آفرینش. خب یا به قول انبری وقتی که سلطان سنجر رو وصف میکرد میگفت که چی گر دل و دست بهرکان باشد، دل و دست خدایگان باشد. شاه سنجر که کمترین خدمش در جهان، پادشاه نشان باشد در جهانی یا از جهان بیشی، همچو معنی که در بیان باشد. خیلی نکته نیب، یعنی شاعرانه سخن گفته، اما بین این به قول ناصر خسرو این در دری رو در پای خوکان ریخته. بی خود نبود ناصر خسرو میگه من آنم که در پای خوکان نریزم من این ناظر در لفظ دری را، من از این کارا نمیکنم، این گردنبند های طلا رو ببرم به گردن خوکان بیاویزم. اما متاسفانه کردن، همه جا هم میکردن. مولوی هم در اینجا، البته مولوی میدونید هیچ جا از این مدعی ها نکرده. امروز هم ما متاسفانه همچنان روبرو هستیم با این مدعی های ناگوار. می بلغزد عرش از مدح شقی، بدگمان گردد ز مدحش متقی. نه اون این کارا رو نمی کرد، شاه بود و شاه بس آگاه بود، خاص بود و خاصه الله بود. اون طبیب الهی رو میگه با آن کسی را کش چنین شاهی کشد، سوی بخت و بهترین جاهی کشد. گر ندیدی سود او در قهر او، کی شدی اون لطف مطلق قهر جو. سود اون مقتول در این بود که کشته بشه، اگر این طور نبود اون لطف مطلق، یعنی اون طبیب الهی که مظهر لطف مطلق الهی بود، به او قهر نمی کرد و جان او رو نمی ستاند. بچه می لرزد از آن نیش حجام، یعنی حجامتگر. مادر مشفق دراندم شادکام، نیم جان بستاند و صد جان دهد، آنچه در وهمت نیاید آن دهد. تو قیاس از خیش می گیری ولیک، دور دور افتاده ای بنگر تو نیک. و بعد داستان بقال و توتی می آید که انشاءالله نوبت آتی خواهیم خواند، که در اونجا مولانا داد سخن می دهد و الحقی که از حکیمانه ترین نتیجه ها رو، از یکی از عامیانه ترین داستان ها می گیرد، برای اینکه به ما درس آنتی ریدکشنیزم بدهد، به ما درس فهم دقیق حوادث جهان رو بدهد و از تک بعدی و تک نگری ما رو رهایی ببخشد. پس اون رو میگذاریم تا نوبت آتی و کامتان شیرین باد. پس سلام علیکم. Thank you.